دوستان با یه ویدیو دیگه در خدمتون هستم زمین های فایلی رو داریم در زبان ترکی قبل از هر چیز خدمتتون ارز کنم که این ویدیو ها رو برای اینکه بتونید مرتب دنبال بکنید چون من این ویدیو ها رو مرتب نمیذارم یعنی یه برنامه یه روتین خاصی ندارم هر موقع که این ویدیو اومد شما بهتره که خبردار بشید واسه همینم باید بعد از سابسکرایب کردن زنگوله ای که اونجا براتون باز میشه زنگوله رو بزنید برای تمام ویدیوها که هم برای ویدیوهای آنلاین بهتون خبر بده نوتیفیکیشن دریافت بکنید هم برای هر ویدیویی که میاد تو این کانال علاوه بر درسایی که برای فارسی زبان جهت زبان انگلیسی گذاشتم برای انگلیسی زبان ها هم زبان ترکی گذاشتم از طرف دیگه هم برای شاگرد های ترک زبانم ویدیوهای آموزش انگلیسی گذاشتم ولی خب شما بعد هر نوتیفیکیشن میتونید ویدیو مربوط به خودتون رو نگاه بکنید. خب بریم ببینیم زمایر فائلی چی هستن. برای دوستانی که با زمایر فائلی تو خود زبان فارسی آشنایی ندارن اینا رو میگیم زمایر فائلی. فائل چیه؟ کننده کاره. ما جملهمون رو با فائل شروع میکنیم. میگیم چی؟ من تو او و یا آن ما شما ایشان و یا آنها اینا رو بهش میگن زمایر فائلی جای اسم میشینه از تکرار اون جلوگیری میکنه علاوه بر اون این دوتا زمیر اشاره در حالت جمع و مفرد داریم این اینها برای اشاره به نزدیک آن آنها برای اشاره به دور خب اینا رو حالا میخوایم ترکیش رو یاد بگیریم دونه دونه شروع میکنم. بن بن یعنی من سن سن یعنی تو او یعنی آن و یا او بیز یعنی ما بیزلر یعنی ماها لر نشانه جمع هستش بعضی وقتا همون زمین ما رو هم جمع میبندن چطور که ما بعضی وقتا کلمه ما رو جمع میبندیم میگیم ماها اونها هم کلمه بیز رو جمع میبندن میگن بیزلر بیز بیزلر بیز سیز یعنی شما سیزلر یعنی شماها یه بار دیگه زمین رو جمع بستن چطور ما میگیم شماها اونام میگن سیزلر سیز سیزلر اونلار اونلار یعنی آنها ایشان شو بو این دو تا زمیر برای اشاره به نزدیک استفاده میشه البته اینم بگم کلمه شو رو برای اشاره به دور هم استفاده میکنه یعنی شما در زندگی روزمره میبینید که کلمه شو رو استفاده میکنن چه برای چیزی که نزدیک باشه و بتونن بهش دست بزنن چه برای چیزی که دور باشه و بخوان بهش اشاره به دور بکنن در مورد اینکه شو به معنای اشاره به نزدیک و یا اشاره به دور یه مقدار اختلاف وجود داره اینجوری بهتون بگم خودشون هم نمیدونن ولی خب شو رو بیشتر به معنای این من دیدم استفاده میکنن شونلار بونلار لار هم اشاره جمع زمین ببخشید پسوند جمع هستش این دوتا کلمه رو با جمع بستن به معنای اینها شونلار بونلار اونلار اونلار به معنای آنها چه برای جاندار چه برای بی جان از اینها استفاده میکنیم و آره فرق نمیکنه که جاندار باشه و یا بی جان باشه برای اشاره به دور استفاده میکنیم خب کل زمیرهای فایلی رو اینجا آوردم میخونم بن سن او بیز سیز اونلر یه بار دیگه میخونم بن سن او بیز سیز اونلر حالا زمیرهای اشاره رو میخونم شو شونلر بو بونلر او اونلر همونطور که گفتم این گروه برای اشاره به نزدیک او و اونلار هم برای اشاره به دور استفاده میشه. باز میگم اگر از شو و شو برای اشاره به دور استفاده کردن زیاد همچین ام تعجب نکنید. خب ام دوستان موفق باشید اگر این ویدیو چیزی بهتون یاد داد لطفا لایک بکنید که منم خوشحال بشم خیلی ممنون سابسکرایب و زنگوله یادتون نره موفق باشید